با سلام و درود خدمت شما به تحلیل هفتگی خوش اومدی تا انتهای این ویدیو با من همراه باش چون دو تا خبر بسیار مهم این هفته هفته دوم ژانویه سال 2023 قرار اتفاق بیفته که احتمالاً نبز بازار رو در دست میگیره هفته گذشته هفته ولتایلی بود یه مقداری سهام الاد متحده طلا حتی کریپتوکارنسی ها مثل بیت کوین هم یه تکونایی خورد اما این هفته هفته کلیدی برای بازارهای مالی نکته اول وبینارهای هفتگی لایوامون از روز دوشنبه یعنی 16 ژانویه شروع خواهد شد و از طریق کانال اطلاع رسانی میشه رأس ساعت 9 شب به وقت ایران این لایوا برگزار میشه این خبر خوش اول خبر دوم لایوا نیویورکی که داشتیم خب ابتدای امسال لایوا رو نخواهیم داشت خیلی از دوستان در جریان هستن پارسال راجبی صحبت شد معموریت دو سالمون روی لایوا نیویورک تمام شد اما اطلاعات بسیار زیادی تو اون لایوا هست که همچنان بهتون کمک میکنه یکی از خبرهای مهمی که این هفته قرار اعلام بشه و قطعا میتونه تاثیرگذار باشه حالا راجبش صحبت میکنیم سی پی آی هست سی پی آی ایالات متحده که قطعا میتونی تو لایوهای گذشته بری ببینی هر کدوم از این اخبار رو بری تو کانال سرچ بکنی در موردش دو سه تا لایو حتی بیشتر چهار پنج تا لایو مختلف میاره تو ماهای مختلف با اعداد مختلف که قطعا میتونه بهت کمک کنه پس از آرشیو لایوهای نیویورک قافل نشم بریم ببینیم چه خبر این هفته این هفته قرار اتفاقات جالبی بیفته یک نکته خیلی مهم در هفته پیش هفته پیش اتفاقی که افتاد اگه توی مارکت بوده باشین نام فارم ایمپلویمنت چنج یعنی ایمپلویمنت یا اشتغال تو بخش غیر کشاورزی با یه رشدی نسبت به پیش بین کارشناسا اتفاق افتاد اما نسبت به دوره گذشته کمتر بود اما مهمترین خبر هفته پیش شاید کاهش دو دهم درصدی نسبت به انتظار کارشناسا روی در واقع بیکاری بود بیکاری الود متحده 6 ه... دهم درصد بود تو دسامبر و این ماه در واقع تو ژانویه اعلام شد که سه ممیز پنج دهم درصد دو دهم درصد روی در واقع بیکاری و البته یه نکته بسیار مهم که این هفته رو مخصوصا سی پی رو جدی میکنه گزارش آخر یا پی ام بود که برای اولین بار اومد زیر پنجاه اینو نگاه کنین اولین بار بعد از شاید جولای 2020 پی ام اومد زیر پنجاه این عملکرد جالبی و داشت یه جوری بازار دوگانه عمل کرد روز جمعه و یه جورایی همه معامله گرا مثل خود من کسایی که روی تحلیل های فاندامنتال حساب باز میکنن یه مقداری روز جمعه پا پس کشیدیم و نگه داشتیم واکنش اصلی بازار رو برای این هفته ببینیم چه اتفاقی میفته ساعت ها به ساعت نیویورک تنظیم و خبرها رو با هم دنبال میکنیم خبرهای مهمی که این هفته خواهیم دید دو سه تا رئیس بانک مرکزی ها مثل رئیس بانک مرکزی کانادا و ژاپن دوشنبه که خبر خاصی توی بازار نیست اما سه شنبه در واقع میتونم بگم بانک مرکزی ژاپن و کانادا صحبت خواهند کرد و در حقیقت مهمترین خبر شاید سخنرانی فچر پاول باشه روز سه شنبه ساعت 9 صبح به وقت نیویورک بسیار مهمه این خبر میشه هولوش ساعت فکر میکنم 17 30 دقیقه به وقت ایران حتما رد فلگ بذارین روز سهشنبه اگه کارم نکنی هیچ اشکالی نداره با این حجم بانک های مرکزی یادت باشه حفاظت از سرمایه مهمترین بخش بازارهای مالی ببینیم چه اتفاقی میفته چیا رو میگه احتمالا راجع به شاید بهره بانکی الان چیزی که پیش بینی میشه میگن که تا سال تا پایان سال 2023 قرار گورنمنت جورج هفته گذشته از فدرال بانک صحبت کرد و گفتش که تا 2023 حالا نظر شخصیشه تا انتهای 2023 کاهش ریت بانکی نداریم خب اینو ما میدونستیم از قبل خیلی نکته مهمی نیست اما نرخ تورمی که اعلام میکنه گاورنر جورج هولوش ریت 5 درصد رو اعلام کرد ببینیم چه اتفاقی میفته با توجه به بیکاری پی سرویس پی احتمالا فچر صحبت های متفاوتی و خواهد داشت بازار به صورت عجیبی شاید ولتایل بشه شاید هم در مورد اسد در مورد فروش نمیدونم دارایی های فدرال ریزرف صحبت کنه در واقع بانک مرکزی صحبت کنه شاید در مورد افزایش احتمالی انتهای جنیوری صحبت کنه یا در مورد فوریه ببینیم چه سرنخی میده روز سه شنبه به وقت نیویورک عصر میشه چهارشنبه صبح به وقت بازارهای آسیا یه سی پی آی بسیار مهم ما داریم روی دلار استرالیا بچههایی که دلار استرالیا کار میکنن سی پی رو نگاه کنین 6 و نه دهم ده درصد بوده قراره که هفت و سه بشه اگه سی پی آی دلار استرالیا رو نگاه بکنین این توی سال اکتبر 7 و دهم درصد اینجا 6 و درصد ماه گذشتهش اگه قرار باشه به همون اوج برگرده میتونه اتفاقای جالبی روی دلار استرالیا بیفته ببینیم چه اتفاقی میفته چه عددی اعلام میشه میتونه تأثیر گذار باشه روز چهارشنبه اوراق 10 ساله قرار بیاد میتونه یه مقداری تأثیر گذار باشه ببینیم عددش الان رو 3 ممیز درصد مونده بازدهی اوراق ده ساله و روز پنج شنبه دوازده جولای بدون شک روز بسیار مهمیه که سی پی ماهیانه سی پی سالیانه کور سی پی آی و حالا آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی قرار تو ایالات متحده بیاد ابتدای بازار نیویورک این اتفاق میفته رأس ساعت 8:30 دقیقه نیویورک بانک های مرکزی بانک ها تو ایالات متحده باز میشن ببینیم قرار چه اتفاقی بیفته یه پیشبینی جالب نگاه کنین کاری ندارم حالا فد میتونه بازار رو به هم بریزه اما نگاه کنید داره نشون میده که CPI یکی از اون گزارش هایی که داره تورم رو نشون میده نشون میده یک دهم درصد دوره گذشته پیشبینی کارشناس اینه که سف درصد تغییر کنه نسبت به ماه گذشته یعنی سی بیشتر نشه ماهیانه اولی نگاه کنین این سی پی است گزارشی که میتونه تأثیر گذار باشه این تو شیش ماه گذشته است اگه به صفر برسه سی یعنی تغییراتی توی شاخص مصرف کننده نسبت به ماه دسامبر صورت نگرفته نسبت به نوامبر بگیم چون این گزارش که اعلام میشه برای دسامبر پس نسبت به نوامبر و همون جوری که میبینین اگه صفر اعلام بشه سی توی در واقع میتونم بگم رنج دوازده ماهه اخیرش میتونه یه عدد قابل توجهی کاهش پیدا کنه ببینیم چه عددی اعلام میشه شاید هم منفی بشه اگه منفی بشه مثل سال 2020 میتونه اتفاقای عجیب و غریب و داشته باشه منفی شدنش شاید یه ذره بعید باشه اما همچنان در دسترس در تیررس بازارهای مالی اما مهمترین سی پی آی سی پی آی سالیانه است که قرار اعلام بشه این سی پی آی سالیانه توی بازه در واقع 2000 کلش رو نگاه کنین تو کل شاید 20 20 سال اخیر سی پی هایی که الان داریم میبینیم بالاترین بیشترین میزان تغییرات مصرف کننده بیشترین میزان تورمی که مصرف کننده داره در واقع قیمتی که مصرف کننده داره پرداخت میکنه و نگاه کنین سیر پیوتش طی شده یعنی آپترندش ترندش ماکسیمومش تی شده یک دو سه چار پنج شیش این ماه اگه قرار باشه کاهش پیدا کنه نسبت به ماه گذشته میتونه هفتمین ماه متوالی باشه که شاخص مصرف کننده میریزه یه در واقع خبر خوب برای کم شدن تورم و یه خبر بعد شاید بسه ارزش دلار سی پی آی میتونه خیلی تاثیرگذار باشه اگه سی پی آی قرار باشه کم بشه مخصوصا سالیانه اتفاقی که میفته اینه که خب سی پی آی بیان کننده تورمه یه جف ارز دوست داره که تورم بره بالا هر چقدر بالاتر ارزش اون جوفرز میره بالاتر دلار وقتی حرف تورم افزایش ریت بهره بانکی میاد کلا سودش رو شروع میکنه اگه قرار باشه سی پی آی بیاد یا اتفاقای عجیب خیلی ها معتقدن به خاطر اتفاقای عجیب و غریب سی پی آی خیلی ها خبر دارن سی پی آی قرار چه اتفاقی بیفته بریزه از الان شاخص دلار حالا بیا خود یو اس سی اف حرکتش رو شروع کرده توی یه جای خیلی مهمی هم تو روزانه قرار گرفته اگه تا انتهای ویدیو با من همراه باشی چارتشو برات میذارم دو سه تا چارت خوب دارم پس سی پی آی خیلی میتونه تعیین کننده باشه اگه بالا بره خب ارزش دلار دلار میکشه بالا اون ارز میکشه بالا اما اگه بیاد پایین مخصوصا اگه زیر پیشبینی کارشناس باشه یه حجم زیادی رو از دلار در واقع ارزش دلار هدف قرار میگیره بازارهای مالی دیگه رشد خواهند کرد و ببینیم چه اتفاقی می میفته خیلی از کریپتو کارا خیلی از کسایی که تو زمینه مختلف فعالیت میکنن مثل طلا منتظر حتی سهام منتظر این خبر شکست این سی پی هستن تا به یه عدد معقول برسه اگه برسه زیر پنج درصد تارگتیه که برای سال 2023 شاید فد داشته باشه ببینیم چه اتفاقی میفته قابل پیش بینی نیست فقط سناریوی مختلفو خدمتتون عرض کردم آن ایمپلویمنت کلیم هم هفتگی میتونه تاثیرگذار باشه اگه قرار باشه که آن ایمپلویمنت کلیم هفتگی بیشتر بشه تاثیر خوبی نداره خب قاعدتا دوست داریم کمتر بشه دوره گذشته هفته گذشته 204000 نفر بود هر عددی زیر 200000 نفر میتونه جذاب باشه و البته روز جمعه 13 ده جنیوری دو تا در واقع خبر مهم دیگه جی دی پی روی پوند بریتانیا جی دی پیش بسیار مهمه نگاه کنید چه عددیه چون اول سال میلادی این جی دی پی البته جی دی پی ماهیانه هست ببینین این جی دی پی رو چه اتفاقی میفته نگاه کنین یه دور مثبت یه ماه مثبت یه ماه منفی منتها عدد سه دهم ده از 5 دهم مثبت تا منفی سه دهم یه حرکت جالبیه رو جی دی پی ببینیم چی کار میکنه این جی دی پی کاملا میتونه ولتایل باشه توصیه اینه که روز جمعه مخصوصا تو بازار لندن قبل از این خبر جی دی پی ترید نکنین رو پاوند اما یه خبر مهم دیگه هم هست کانسیومر کانفیدنس که ایالات متحده اعلام میکنه و ببینیم بعد از مدت ها شاید این عدد، نگاه کنید تو چند ماه اخیر مصرف کننده کاملا اعتماد به نفسش رو از دست داده تو ماه اخیر اگه عدد بالای 60 اعلام بشه دو، چهار، شیش، تو هشت ماه، نه ماه اخیر میتونه عددی باشه که یه عدد قوی اعلام بشه، هر عددی قوی تر از 60 به نظرم اگه اعلام بشه به سمت 70 نمیدونم 65 اینا عددهایی که مثبت میتونه خیلی واکنش خوبی رو تو بازارهای مالی داشته باشه این از خبرها سعی کنم خبرها رو خیلی مفصل بگم خبرها بسیار مهمه این هفته به خاطر اینکه شاید هفته دوم بازار مالی اصولا تو سالهای جدید با خبرهای مهمتری روبرو میشه و واکنش معاملگرها بسیار مهمه بازار یو USD سی چارت یو CHF دیلیش چارت بسیار مهمی اگه از سال گذشته لایوا در کنارم بوده باشی این در واقع باکس رو انتخاب کردیم قیمت کاملا داخل این باکس گیر کرد و ببینیم چی کار میکنه به نظر میرسه که نیاز داره دلار یا شاید منتظر یه سخنرانی یه عدد منفی چیزی هست که اینو بشکونه اما ناحیاش ناحیه بسیار مهمیه کاملا یه الگو مستطیل و شکل داده از سال نگاه کنید دقیقا اینجا اگه بخوام بگم شروع در واقع ماه میلادیه مارچ مارچ به اپریل سال 2020 قیمت تقریبا داره نزدیک میشه به اون دو سه تا سناریو اینجا مطرحه قیمت میتونه دلار میتونه ولتایل بشه بیاد پایین تر از مناطق پایین تر حرکت کنه بیاد بالا پس اگه بخواد حرکت سعودی داشته باشه نمیدونیم اخبار چی کار میکنه یا اینکه دلار بیاد از منطقه بالاتر از این ناحیه سعودش شروع بکنه اما برای ریزش بازار قیمت میتونه دلار از اینجا بیاد پایین برگرده به سمت بالا اگه برگرده به این ناحیه بالا از اینجا شاید سلاف شاید با یه فالس همرا بشه و جذاب تر میکنه من این زیر فعلا سلر نیستم من اینکه یعنی حالا تایم فریم های پایین پس USDCHF میتونه خیلی تاثیرگذار باشه اگه نگاه کنین چارت دقیقا میتونم بگم چارت ایندکس دلار هم یه ناحیه بسیار مهم روزانه یا ای این بالا زده که بسیار پر اهمیت از می 2020 سپتامبر 2020 می 2022 سپتامبر 2022 همینجوری ناحیه ادامه داره ناحیه پایینش فعلا توی ایندکس دلار خیلی اهمیت نداره به خاطر اینکه یه دونه سوینگ اما منتظر هستیم اگه بخواد دلار خیلی از بچه‌ها میگن اگه بخواد روند رشد خودش رو ایندکس دلار شروع کنه به نظرم باید بیاد روی این ناحیه که ناحیه مهمی هم است یه عدد روندم داره یک ممیز صفر دو دهم ده یک و دو دهم در واقع نسبتش اگه بیاد به اون عدد برسه شاید احتمال فالس بریک اوت هم باشه شاید احتمال ادامه حرکت به سمت بالا باشه به حال خبر واکنشش نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته یو اس و مطابق معمول چیز خاصی نداره چهار ساعته یو اس من یه ناحیه میبینم اگه دلار کانادا همون اول هفته سخنرانیش در واقع در مورد افزایش بهره چیزی باشه میتونه تاثیرگذار باشه روی ناهیایی که از این مناطق میتونه یو اس کرد اگه بخواد برگرده به سمت بالا یادتون باشه ارز وقتی که یو کد رو نگاه میکنین یعنی اینکه اگه دلار کانادا ارزشش بره بالا این نسبت کلا میاد پایین اگه حالا حتی اگه در حینی که یو یو یا دلار آمریکا ارزش خودش رو حفظ کنه که خود اینم میتونه ولاتایل باشه اگه بیاد پایین ارزش دلار کانادا یو کد میره بالا پس همه چی به بانک مرکزی کانادا ربط نداره تنهایی یه سر این قضیه است و خود دلارم در حقیقت دلار آمریکا میتونه تاثیر بذاره اما ناهیای برگشتی جالبی در حتی این کفش که نوامبر در واقع نوامبر اتفاق افتاده میتونه بسیار مهم باشه ببینیم چه اتفاقی میفته چهار ساعتش رو دنبال خواهم کرد بازار طلا بازاری که این روزا خیلی از بچه در موردش صحبت میکنن خیلیا معتقد بودن که طلا خواهد ریخ نمودار چهار ساعته ای که داشتیم از سال گذشته داشتم کاملا اومد هفته پیش دیدیم یه واکنش شدید داد یه سری سله رو اینجا جذب کرد و حرکتش رو کرد به سمت بالا یه دونه های جدید زده خیلی ها منتظر سل طلا هستن اما به نظرم سل طلا جا داره الان که عبور کرده از دیلی س... دیلیش از اچ فورش جا داره حتی ناحیه بالاتر یعنی 1870 فکر میکنم تستم کرده یه ناخونکی زده حالا ببینیم بازار چجوری باز میشه اگه بازار با گپ باز بشه حرکتش جالبتر میشه الان بازار بسته است یه 1870 رو داریم که میتونه تاثیر گذار باشه شایدم یه ناحیه بالاتر 1894 هولوش 1900 دلار طلا بسیار ولتایل داره عمل میکنه خیلی از معامله با استراتژی مختلف اون بالا گیر کردن یعنی از این پایین سلاشون رو زدن و بازار برگشته در طول هفته گذشته دو, سه هفت دو هفته گذشته مخصوصا همین هفته ژانویه گذشته خیلی معاملهگرا به من پیام دادن در این مورد صحبت کردن معاملاتشون گیر کرده یادتون باشه اهمیت گذاشتن استاپلاس استاپلاس فراموشت نشه هر چقدر به خودت ایمان داری استاپلاس گارانتی هست که تو بیش از اون توی اون معامله نمیمونی پس حتما استفاده کنین اگه استراتژیتون استاپلاس هم نداره به نظر من فکر یه استراتژی جدید بکنین چون اگه توی بازاری سرمایه گذاری کنی ترید کنی بدون استاپلاس مثل اینه که نمیدونم بدون قایق نجات یا با یه قایق سوراخ رفتی وسط یه اقیانوس عجیب و غریب فقط اون موقع باید بشینی دعا بکنی و ببینی حرکت قیمت رو چون وقتی که آپترند شروع میشه وقتی که روند سعودی شروع میشه ایستادنش دست ما نیست و باید ببینیم از کدوم ناحیه اما احتمالش اینه که حالا اگر بخوایم بگیم از کجا برگرده یا احتمال برگشتش باشه از 1870 یا 1894 هلوش 1900 دلار شاید این اتفاق بیفته فعلا دلایلی نداره H1 m h 4 جذابه فوق جذاب اما h رو حتما دنبال میکنم برای شروع هفته باز شدن بازار برای گپ های احتمالی هفته شاید گپ هم داشته باشیم دنبال میکنم این از طلا نزدک رو هم براتون تحلیل خواهم کرد نزدک چارت جالبیه که اومده نشسته به حال روی پایین ترین جای خودش رو 10690 هزا و و اومد نشست هفته گذشته یه بار دیگه اینو تست کرد تو سال جدید کفه شاید سال گذشته رو تست کرد و ببینیم چه اتفاق میفته خیلی معتقد حرکت سعودی شروع شده اما حقیقتش اینه که این هفته خبرهای مهمی هست و همیشه این کندل های سعودی خیلی خوب و قوی نبوده یادتون باشه نزدک همچنان حرکتش نزولیه مگه اینکه اولین هایمون شکسته بشه به سمت بالا بیاد ببینیم اینجا میتونه یه ناحیه رنجی رو بزنه و اینکه این حرکت یه مقدار ادامه دار باشه معامله گرا رو بندازه تو تله بعد بیاد یه دونه در واقع هانت بکنه این زیرو یه حالت لیکوید شدن معاملهگرا رو بده و بعد حرکتش رو شروع بکنه پس ناهی های مهمش براتون گذاشتم قطعا روز به روز که بازار میره جلو میتونه هیجان بازار بیشتر بشه اما توی کریپتوکارنسی ها بیت کوین و رو خیلی از بچه ها خواستن که دنبال بکنم تحلیلش بکنم بیت کوین حقیقتا ویکلیش رو که نگاه میکنیم بچه ها از اون تب و تاب ریزشه یه مقدار ریخته و هفته گذشته حالا ببینیم امروز هنوز کندل ویکلیش بسته نشده به نظرم بسته شدن این کندل حتی تو ساعتهای پایانی امروز این هفته میتونه حرکت جالبی داشته باشه اما بیت کوین اگه بخوام بولیش فکر کنم اگه بخوام بگم که بازار برمیگرده ناحیه رو میذارم سوزنی اینجا این ناحیه‌ای که رو بیت کوین هفتگی دنبال میکنم ناهیه رو نگاه کنید چندین برخورد معتبر ریجکشن معتبر داشت و ببینیم نیازه که به نظرم یه حجم قابل قبولی بیت کوین بیاد بالا از اینجا حرکتش رو شروع بکنه اگه بخواد حرکت شروع بکنه تو ویکلی تو دیلیش موقت اومد یه حرکتی رو زد اما خب اون ناحیه‌ای که ما داشتیم همچنان هلوش 17 هزار همچنان تو دیلیش خیلی تهدید نشده با نه مقاومت سله را نه حجوم بایرا خیلی در واقع هنوز اتفاقی روش نیفتاده این اینساید دیا یا کندلای حالا خیلی هم میگن اینساید دی یعنی چی کندلایی که در داخل بدنه کندل قبل تو تایم فریم روزانه بسته شده رو میگیم اینساید دی این اینساید دی جالبه اگه قرار باشه اتفاق بیفته مخصوصا اگه دابل اینساید دی باشه میتونه دوشنبه یه مومنتومی رو داشته باشه تا 18.380 اگه قرار باشه در واقع مقاومت ببینیم یا سل ببینیم میتونه حرکت بکنه دوباره بیاد یه تستین پایینا رو حتی شاید تا 15 هزارم هم بکنه البته بیت کوین رو بهتون توصیه میکنم حتما رو هر در واقع صرافی بروکر کارگزاری که نگاه میکنیم با کندلای اون خودتون تحلیل بکنی این از یه تحلیل سریع برای شروع هفته قطعا چارتای مختلفی هست هفته, های هفته اول عموما تو سال نو میلادی چارتای بلند مدت رو نگاه نمیکنم چون وضعیت خیلی میتونه سریع تغییر بکنه حتما تو کانال همراه باش آموزش های جدید هر دو روزی بار برات گذاشته میشه امیدوارم که لذت ببری و البته سهم مثبتی از انتخابات تو بازارهای مالی برات در هفته آینده آرزو میکنم هر جاستی سالم تندرست موفق باشی تا درود دیگر بدرود خدا نگه.